돈가시 라필라마야예 필라마야예 로헤 하오코라 도 케시케 야우 하루순 제절에 도 케시케 야우 하루순 제절에 미다 쿠이피 میده کوی پی درود بر دوستان عزیز. How everybody. امروز پنجمین جلسه از آموزش زبان زیبای لاکوتا است. میریم سر اصل مطلب و امروز میخوام یاد بگیریم که چگونه یک جمله منفی بسازیم. مثلا من از شما میپرسم آیا شما پسر هستید؟ شما میگید نه من پسر نیستم، یا مثلا نه من دختر نیستم من مرد هستم و الاخر. خب اما استثناءات بسیار جالبی در زبان لاکوتا هستش که امروز حتما به اونها اشاره خواهیم کرد و برای شما بسیار جذاب خواهد بود، چون در زبان فارسی این شیوه و این سبک رو ما برای معرفی کردن خودمون نداریم و در بعضی از زبانها این اتفاق میفته که در بین واژه اصلی ضمایر مختلفی قرار میگیره، یا میشه گفتش که میانوندهایی قرار میگیره و معنای اون واژه رو عوض میکنه. خب من سخته کنار میرم و حالا اینجا میبینیم اولین جمله رو که داریم ساچلی که اسم خواهر عزیزم هم هست، اسم دخترونه رو انتخاب کردم، و سام اسم خودم. اینجا میپرسم ساچلی هکشیلا شنی، در واقع میگم ساچلی هکشیلا شنی، ساچلی ویچین چلاه، ساچلی هکشیلا یعنی ساچلی پسر، شنی شنی یعنی نیست، ساچلی اوکشلا شنی ساچلی پسر نیست، ساچلی چین چلاه ساچلی دختر است و چین چلاه. ما میبینیم پس کلمه شنی به معنای نیست در اینجا آورده شده. میتونم همین رو سوالیش کنم، بگم ساچلی اوکشلا شنی ساچلی و چین چلاه، یه هی که بذارم با هی آخر جمله من تبدیل به یک جمله پرسشی میشه. اما اینجا بگم ساشلی اوکشلاشنی ساشلی ویچین چلاه. در جمله بعدی سام ویچاشا نایش ویاه، علامت سواله، میبینید ه سوال درست میکنه ولی ا به معنای بودنه و فعل بودن است. اینجا سوال کرده سام ویچاشا نایش ویاه، سام ویچاشا مرد، نایش یا ویاه زن است، سام مرد یا زن است، سام ویچاشن نایش ویاه. خب سام ویان شنی، سام زن نیست، سام ویان شنی ایاش ویچاشا ایه، ایاش یعنی بات یعنی اما، ویچاشا ایه مرد هست. یک بار دیگه جمله رو میخونم براتون، سام ویان شنی ایاش ویچاشا ای، ایاش به معنای اما هستش، پس شنی به معنای نیست، ایاش به معنای اما و نایش به معنای یا. ها نایش هیا، آره یا نه، ها نایش هخ، آره یا نه، ایاش اما، شنی نیست. خب اما اون داستانی که بهتون گفتم اون میانوند رو، در اینجا ما میبینیم که مثلا کلمه ویچاشا به معنای مرد هستش، اما ویچاشا سوم شخص هست، یعنی ما کافی بود همینطور که در جلسه قبل جناب آقای واکان هوتوتو براتون توضیح دادن، شما وقتی که بگین ویچاشا یعنی که اون مرد است، دیگه نیاز نیست ما بگیم ویچاشا ا، میتونیم ا رو نیاریم، بگیم ویچاشا، خود ویچاشا یعنی اون مرد است، سوم شخص رو نشون. اما اگه بخوام بگم من مرد هستم، کافی است که بین اون یک میانوند ما بیارم، یعنی میشه وی ما چشا، یعنی من مرد هستم. خیلی جالبه نه؟ اینه که در واقع استثنایی هست در این زبان که شما برای اولین بار باش برخورد میکنید، وی ما چشا، من مرد هستم. و اگر بخوام بگم تو مرد هستی، میگم وی نی چشا، وی نی چشا، وی چشا اون مرد است، وی ما چشا من مرد هستم، وی نی چشا شما مرد هستی. حالا اگر بخوام بگم که او مرد نیست، وی چشا شنی، وی ما چشا شنی مرد نیستم، وی نی چشا شنی تو مرد نیستی، وی نی چشا شنی، وی چشا وی ما چشا وی نی چشا.
خب همینطور هم برای ویان ویان تو دماغیه دیگه، این نونش تو دماغیه، این آ آخر هم که جزو حروف صدا داره در واقع تو دماغی یا نیزال بود. ویان یعنی او زن است. وی مایا، وی مایا یعنی من زن هستم. وینیا یعنی شما زن هستی. وینیا میبینیم این نی در بین ویا قرار گرفته و این ما در بین ویا قرار گرفته، پس ویا، وی مایا، وینیا. هکشیلا به معنای پسر هست. خب من پسر هستم میشه هومکشیلا، هومکشیلا. تو پسر هستی هونیکشیلا، بخوام بگم پسر نیستی هونیکشیلاشنی، هونیکشیلاشنی تو پسر نیستی هومکشیلاشنی. وی ماچاشا هونیکشیلا شنی تو پسر نیستی، وی نیچاشا تو مرد هستی. یا میتونم بگم وی چینچالا دختر، و من دختر هستم میشه وی ماچینچالا، من دختر هستم وی ماچینچالا. وی نیچینچالا تو دختر هستی، وی نیچینچالا شنی تو دختر نیستی، وی نیا تو خانوم هستی. میتونم بگم که هومکشیلا شنی پسر نیستم، هومکشیلا شنی وی ماچینچالا دختر هستم. یا میتونم بگم که وی چینچالا یعنی او خانوم است، وی چینچالا شنی او خانوم نیست، هوکشیلا پسر است، یا هوکشیلا شنی پسر نیست، هوکشیلا شنی وی چاشا مرد است، وی چاشا. خب امیدوارم که از این جلسه خوشتون اومده باشه. میتونید یه اسکرین شات از روی تخته بگیرید و این کلمات رو به خودتون تمرین بکنید و یادتون باشه که میتونید خودتون جمله‌های مختلف رو بسازید و بازی بکنید، اسم خودتون رو بذارید، از نعیش، ایاش، شنی استفاده بکنید و از جلسه قبل استفاده کنید و اینها رو سعی کنید دیالوگ جدید. خب من بسیار خوشحال میشم که بچه‌هایی که پیام میدن گاهی زیر پستا به زبان لاکوتا برای من پیام میذارن و این خیلی برای من جالب هستش و از ثبت نام دوستان جدیدی هم که برای زبان لاکوتا اقدام کردن خیلی خوشحال هستم که این زبان خاص رو با اون سرودهای خاص و عرفان خاص و فلسفه خاص رو دارن پیش من دنبال میکنن. از شما هم دعوت میکنم که اگر دوست داشتید زبانهای باستانی دیگر رو که لیستش در پلیلیست وجود داره نیز همچنین زبان لاکوتا رو و علوم دیگر رو که هستن رو پیش من ثبت نام بکنین از طریق واتساپ به صورت تصویری کلاس خصوصی و خوشحال میشم که شما رو پشت دوربین خودتون ببینمتون و باهاتون مطالب مختلف رو کار بکنم. تا جلسه بعد شما رو به واکان تانکا میسپارم. واکان تانکا نگهدارتون باد.